کاتسا مخفف این جمله است: قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم. بامداد چهارشنبه 4 مرداد 96 مجلس نمایندگان آمریکا کاتسا را با 419 رأی موافق و تنها 3 رأی مخالف تصویب کرد. این طرح نسخه اصلاح شده طرحی است که پنجشنبه 27 خرداد 96 در سنای آمریکا به تصویب رسید و با عنوان مادر تحریم‌ها شناخته شد. تأکید می‌کنم که تصویب طرح تحریم‌های ایران این کشور را برای توسعه برنامه موشکی بالستیک خود تحت فشار خواهد گذاشت. قانون تحریم‌های کاتسا دارای 12 بخش اصلی است که هر کدام حداقل 10 بند مربوط به تحریم‌های ایران را دارد. بخش اول به کلیات گسترش تحریم‌ها علیه ایران می‌پردازد و اینکه تحریم‌ها طبق این قانون از شخص به شرکت و حتی سازمان تسری پیدا می‌کند. بخش 4 کاتسا مربوط به تحریم‌های گسترده برنامه موشک‌های دفاعی ایران است. شخصی که با هر فعالیتی به فعالیت‌های دولت ایران در رابطه با برنامه موشک‌های بالستیک آن یا هر برنامه دیگر ایران در جهت توسعه و استقرار یا نگهداری سیستم‌های شلیک تسلیحات کشتار جمعی، من جمله هر تلاشی برای تولید، دستیابی، تملک، توسعه، حمل، انتقال یا استفاده از چنین قابلیت‌های کمک مادی کرده باشد مورد تحریم قرار می‌گیرد. فؤاد ایزدی استاد دانشگاه مدتی است که روی کاتسا کار می‌کند. قبل از این قانون جدید در آمریکا سوال این بود که چه افرادی تحریم میشه. الان سوال این استش که با این قانون چه کسی در کشور تحریم نمیشه. در بخش پنجم لایحه کاتسا تمامی فعالیت‌های سپاه نشانه گرفته شده است. طبق بند ای بخش پنج قانون کاتسا، سپاه پاسداران مشمول فرمان اجرایی 13382 در رابطه با توقیف دارایی‌های اشاره دهندگان و حامیان سیستم پرتاب تسلیحات کشتار جمعی، لایحه جامعه تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود. ما بارها اعلام کردیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک افتخار برای کشور هست، ضامن دفاع از کشور و تداوم انقلاب و دفاع از مرزهای کشور بوده. نقش سپاه در جنگ تحمیلی یک نقش بسیار درخشانی هست و آمریکایی‌ها با چنین اقداماتی خودشون رو در واقع از مردم ایران بیشتر منزوی‌تر می‌کنن و منفورتر میشن در چشم مردم ایران. لایحه کاتسا تمامی فعالیت‌های سپاه نشانه گرفته شده است. طبق بند ای بخش 5 قانون کاتسا، سپاه پاسداران مشمول فرمان اجرایی 13382 در رابطه با توقیف دارایی‌های اشاره دهندگان و حامیان سیستم پرتاب تسلیحات کشتار جمعی، لایحه جامعه تحریم‌ها، پاسخگویی و عدم سرمایه‌گذاری در ایران می‌شود. ما بارها اعلام کردیم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یک افتخار برای کشور هست، ضامن دفاع از کشور و تداوم انقلاب و دفاع از مرزهای کشور بوده. نقش سپاه در جنگ تحمیلی یک نقش درخشانی هست و آمریکایی‌ها با چنین اقداماتی خودشون رو در واقع از مردم ایران بیشتر منزوی‌تر می‌کنن و منفورتر میشن در چشم مردم ایران. حتما جمهوری اسلامی اقدام متقابل خواهد کرد، در صورتی که چنین اشتباه راهبردی توسط مقامات آمریکایی صورت بگیره، اقداماتی طراحی شده و در زمان مناسب اعلام خواهد شد. همه مسئولین نظام مقدس جمهوری اسلامی در دفاع از آرمان‌ها، دفاع از ارزش‌ها، دفاع از اقتدار ملی و توان به خصوص دفاعی و امنیتی و ملیشون همه همزبان همدل یکی هستن. نوع گویش ها ممکنه متفاوت باشه. این که میگن مادر تحریم هاست که تور گسترده پهن شده، مثلا میگن آدم هایی که تو حوزه موشک ایران کار میکنن اونا که چی؟ تحریم. آدم هایی که جایگزین میشن، یه وقتی شما یه کسی رو برمیداری کسی گر میزنه، تحریم. اگه شما یه وقتی کمکی کنی به اون سیستم، تحریم. بانی مالی بشی، تحریم. اگر رئیس اون نهادها باشه، تحریم. حوزه موشکی کی تامین مالی میکنه؟ دولت. این قانون قابلیت تحریم دولت رو داره. بخش ششم تحریم های کاتسا مربوط به بهانه همیشگی حقوق بشر است.
بخش هفتم اعمال تحریم‌های تقریباً 100% در حوزه منع فروش تسلیحات به ایران. در بخش هشتم ایران به خاطر حمایت از تروریسم مشمول تحریم‌های سخت‌تری خواهد شد و دست آخر در بخش نهم کاتسا آمریکا از هماهنگی با اتحادیه اروپا در تحریم‌های آتی ایران می‌گوید. کاری که شما باید می‌کردید این بود که برجام را اجرا می‌کردید 8 سال قوانین تحریمی هسته‌ای لغو، فعلا تعلیق، بعد از 8 سال لغو. الان شما 8 سال اجرا می‌کنی، یه شرط دیگه گذاشتن. شرط دیگه چیه؟ رئیس جمهور آمریکا اون موقع با تصمیم بگیره. این قوانینی که باید لغو بشه، آدم‌هایی که از لیست تحریم باید بیان بیرون، شرکتی که از لیست تحریم باید بیان بیرون یا نه؟ خب ما اینو نداشتیم. قبلا این بود که شما اجرا کردید، اینا میان بیرون.